برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. هیئتی از جمهوری بوسنی و هرزگوین در سفر به عراق به زیارت شهر مقدس کربلا و نجف اشرف مشرف شدند. این هیئت بوسنیایی ضمن زیارت حرم‌های مطهر امام حسین، حضرت عباس و حضرت علی علیهم السلام با مقام‌های مسئول در آستان‌های مقدس حسینی، عباسی و علوی دیدار و گفتگو کردند. مراسم سالگرد ارتحال آیت الله العظما شیخ لطف الله صافی گلپایگانی در حرم مطهر امام حسین علیه السلام برگزار شد. این مراسم در روز ششم بهمن ماه 1401 با حضور گسترده علما و نمایندگان بیوت مراجع تقلید و فضلای حوزه‌های علمیه نجف اشرف و شهر مقدس کربلا و عموم مردم عراق در نزدیکی مرقد مرحوم در صحن حسینی برگزار گردید. نمایشگاه رایگان تحت عنوان جستجوی اسلام روز هشتم بهمن ماه در کتابخانه عمومی برادفورد وست گلینبری کانادا برگزار شد. هدف از برگزاری این کمپین ترویج آگاهی در مورد دین اسلام و حذف باورهای نادرست درباره این دین در اذهان عمومی است. بر اثر زلزله شب گذشته در استان آذربایجان غربی چندین شهروند ایرانی جان باخته و به خانه های بیش از 20 روستا آسیب وارد شد. در همین راستا سخنگوی سازمان اورژانس گفت زلزله خوی تا کنون 3 فوتی و 738 مصدوم داشته است. تاپلو آماد یکی از فعالان اسلامگرا در آفریقای جنوبی به عنوان اولین شهردار مسلمان برای شهر جوهانسبورگ انتخاب شد. وی در این باره گفت من به عنوان اولین مسلمان در سمت شهردار جوهانسبورگ در کمال تواضع همه تلاش خود را برای احقاق حقوق شهروندان شهر انجام می دهم و قول می دهم که مبارزه با اختلاس را اولویت اصلی خود قرار دهم. با همت و تلاش تعدادی از شیعیان فعال در مسجد و حسینی آلیاسین در شهر سیدنی استرالیا از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزه‌له کمک‌های نقدی جمع‌آوری و به شهر مقدس قم ارسال گردید و در این شهر تعدادی گوسفند قربانی و گوشت نذریان میان خانواده‌های نیازمند و ایتام در این شهر مقدس توزیع گردید. گفتنی است این اقدام نیکوکارانه و انسان دوستانه برای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و در راستای عمل به توصیه ها و رهنمودهای آیت الله العظما شیرازی مبنی بر لزوم کمک به نیازمندان و ایتام صورت گرفت.